دوستان عزیز بیننده خدمتتون سلام عرض میکنم. امیدوارم که سلامت باشین، خوش و خرم. گرچه در این دنیای آشفته خوش و خرم بودن یه مقدار سخته، ولی خدا میتونه در مشکلات به ما کمک کنه و آرامش ببخشه، یا ما را از مشکلات رهایی میده، یا اینکه در این مشکلات به ما اطمینان خاطر و دلی آسوده میده که بهش توکل بکنیم. امیدوارم که برای همه ما اینطور باشه. امروز بحث هشتم از مجموعه شناخت خدا رو خدمتون تقدیم میکنم. در درس‌های قبل، درس دو سه جلسه قبل راجع به این صحبت کردیم که خدا تغییر ناپذیره، خدا عظیمه و خدا دانای مطلقه، و دیدیم که این مسائل چه ارتباطی با زندگی ما پیدا میکنن. امروز میخواییم راجع به خدایی صحبت بکنیم که سخن میگوید. خدا سخن میگوید، خدایی که ساکت نیست. ببینید، شما وقتی میخواید کسی رو بشناسید، مثلا رفتید یک کلاس جدیدی ثبت نام کردید، یا محل کار جدیدتون هستین، یا مدرسه، دانشگاه، محیط‌های مختلف به محل جدیدی میرید، با افراد جدیدی آشنا میشین، شناخت اونها چطوری میسره؟ خب ممکنه بگید باید باشون دوست بشین. خب مثلا شما طرح آشنایی هم ریختین، ولی گاهی اوقات ما دیدیم، حالا نمیدونم شما اینو تجربه کردید یا نه، بعضی ها مشکل حرف میزنن، یعنی باید باشون مصاحبه کرد، دلشون رو رو نمی کنن، خیلی تو دارن به قول معروف، حرف نمیزنن. با این شخص نمیشه آشنا شد، نمیشه شناختش. چرا؟ چون که نمیذاره شما بشناسینش. ما زمانی میتونیم کسی رو بشناسیم که با ما حرف بزنه، ما بتونیم واکنش هاشو ببینیم، مثلا ببینیم از چه چیزی خوشش میاد، از چه چیزی بدش میاد. مثلا با یه نفر رفتین به قول معروف یک کافی شاپ، شما قهوتون رو هورت میکشین یا کاپوچینوتون رو به قول معروف هورت میکشین، وقتی میبینین اون بدش میاد، خب دیگه این کار رو نمی کنین، چون واکنشش رو دیدین. علاقه شخص رو میشناسین، مثلا میدونید به چه نوع فیلمی علاقه داره، یا مثلا به چه نوع موسیقی علاقه داره، چه جور کتابی دوست داره، چه نوع غذاهایی دوست داره. بعد خواسته هاش رو خواهید شناخت، با خواسته های او آشنا میشین، از شما چه انتظاراتی داره، و شما هم باید همینطور با او این نکات رو در میون بگذارید. به این ترتیب یک دوستی ایجاد میشه. بدون این مشارکت و رفاقت و تبادل نظر، دوستی و آشنایی صورت نمیگیره. حالا چه برسه به این که ما بخوایم با خدا آشنا بشیم؟ اگه بخوایم با خدا آشنا بشیم چه کار باید بکنیم؟ چطور میتونیم خدا رو بشناسیم؟ او که سخن نمیگه، او که با ما سخن نمیگه. ممکنه این تو تصور کنیم، البته نظر من این نیست. تا خدا سخن نگفته باشه، شناخت او امکان پذیر نیست. ما در مسیحیت خدایی داریم که حرف میزنه، خدایی داریم که با ما سخن میگه، خدایی داریم که علایقش رو، خواسته هاش رو و واکنش هاش رو به ما نشون میده. ما میدونیم او از چه چیزی بدش میاد و میدونیم چه چیزهایی پسندیده اوست. با خدا آشنا میشین، چون که ما در مسیحیت خدایی داریم که سخن میگه. ممکنه بگید که ما شنیدیم که خدا رو از طریق طبیعت میشه شناخت. بله،
خدا رو میشه از طریق طبیعت شناخت که خدا عظیمه. مثلا شما برگ درخت رو میبینید، نمیدونم رنگ عوض میکنه، حیوانات و حشرات رو میبینید که چطور دقیق زندگی میکنن، مورچه ها رو، زنبور ها رو، همه اینا رو که میبینیم پی به عظمت خدا میبریم. اما این نوع شناخت نمیتونه شناخت عمیق و شخصی باشه، حتی ممکنه حاوی خطراتی هم باشه. ما در اصطلاح الهیات مسیحی به این میگیم مکاشفه عام، یعنی مکاشفه‌ای که ما از طریق مشاهداتمون در طبیعت میتونیم بهش دست پیدا کنیم، مکاشفه عام. اما مکاشفه عام ممکنه همطور که عرض کردم خطراتی داشته باشه، به این ترتیب که شما چیزهای خوب رو که میبینید به عظمت خدا پی میبرید و در ضمن به نیکویی او پی میبرید. مثلا میبینید که چطور مورچه ها دونه ها یا چیزهای ریز رو پیدا میکنن و میبرن به انبارشون، میگید خدا چقدر عظیمه و چقدر مهربونه که به این مورچه ها این مواهب رو میده. اما وقتی که میبینید یک غزال زیبا، یه آهوی زیبا، تومه شیر در رنده میشه چی؟ آیا باز اون موقع هم میگید خدا نیکوه؟ یا مثلا جایی زلزله میاد، آیا باز معتقدید که خدا نیکوه؟ اتفاقا من فکر میکنم با مشاهده طبیعت ما در خطر قرار میگیریم. ممکنه با دیدن چیزهای خوب به نیکوی خدا پی ببریم و با چیزهای بد فکر کنیم که خدای دیگه اونها رو آفریده. یعنی از طریق مشاهده طبیعت به تنهایی ما نمیتونیم به همه جنبه های صفات خدا پی ببریم. ممکنه فکر کنیم که چیزهای خوب رو یک خدا آفریده، چیزهای بد رو اهریمن آفریده، کمان که در بعضی از ادیان ممکنه چنین تصوراتی باشه، یا مثل یونانیان باستان، رومیهای باستان، یا امروز در مذاهب هندی، هندویزم، اینها معتقد به چند خدا باشیم. مثلا یونانی ها فکر میکردن هر پدیده ای رو خدایی ساخته و این پدیده ها وقتی با هم در کشمکش قرار میگیرن یا خدایان با هم جنگ میکنن، مثلا زلزله میاد، طوفان میاد، سیل میاد و انسان ها از بین میرن. با مشاهده بیماری ها چه فکر میکنید؟ وقتی یه بچه کور به دنیا میاد، بچه ناقص به دنیا میاد، آیا باز هم میتونیم به نیکویی خدا پی ببریم؟ اگه خدا سخن نگه و با ما رابطه شخصی برقرار نکنه، این خدا رو چطوری میتونیم بشناسیم؟ برای همین ما در الهیات مسیحی نکته‌ای داریم، مقوله‌ای داریم، بحثی داریم به اسم مکاشفه خاص. یعنی خدا به غیر از مکاشفه عام که تجلی عظمت خداست، به طور خاص خودش رو در کتاب مقدس آشکار کرده و با انسان سخن گفته. شاید براتون جالب باشه بدونید که قبل از اینکه موسی برای اولین بار وحدانیت خدا رو بر مردم آشکار بکنه از طرف خدا، دنیا در بت پرستی بود. ما وحدانیت خدا رو از طریق ادیان توحیدی میشناسیم. ما با مشاهده طبیعت به طور بدیهی و مسلم به وحدانیت خدا نمیرسیم. وحدانیت خدا پدیده ایست مکشوف شده، مکاشفه است. شما برید تاریخ رو بخونید، تاریخ تمدن‌ها رو بخونید، کجای دنیا مردم خارج از حیطه ادیان توحیدی به خدای واحد اعتقاد داشتن؟
مثلا شما امروز برید هندوستان، 1 میلیارد نفر، شاید هم الان دیگه بیشتر شده، 1 میلیارد نفر مردم به جایی میخوندم به 330 میلیون خدا اعتقاد دارن، چندگانه پرستن، به خدایان متعدد اعتقاد دارن. من این سعادت رو داشتم که چند سال پیش به یک معبد هندو رفتم در لندن و خدایان اونها رو دیدم. مجسمه هایی بودن که تجلی خدا بودن، یا عکسایی بود از مردانی که در یک قرن گذشته زندگی کردن و میگفتن که اینها جز خدا، تجلی خدا، صورت خدا هستن. 1 میلیارد نفر مردم چین یا بودایی هستن یا کنفوسیوسی و اساساً به خدایی اعتقاد ندارن. اگر میبینید دورورتون یکتاپرستی هست، توحید هست، ما این رو مدیون ادیان توحیدی و ابراهیمی هستیم. خدا سخن گفته و این سخن گفتنش ما مسیحی‌ها اعتقاد داریم در کتاب مقدس ثبت شده. خدا با بشر سخن گفته. خدا خداییه که سخن میگه و خودش رو به ما میشناسونه، به طور شخصی خودش رو به ما میشناسونه. ما میتونیم با خدا آشنا بشیم. خدا از همون ابتدای خلقت سخن میگفت. در کتاب پیدایش فصل اول میخونیم که خدا گفت روشنایی بشود. خدا کلامی گفت، سخن گفت، که ما اعتقاد داریم این کلام خدا همون عیسی مسیحه که از طرف خدای پدر آفرینش رو انجام داد. خدا سخن گفت و شد. و بعد میبینیم حیوانات رو آفرید و بعد در آخر انسان رو آفرید. میگه ایشان را نر و ماده آفرید. و درست به محض اینکه خدا انسان رو آفرید، آدم و حوا رو آفرید، با اونها سخن گفت. خیلی جالبه. از همون ابتدا میبینیم که خدا سخن میگه. به اونها چی گفت؟ میگه خدا اونها رو برکت داد و گفت بارور و کثیر شوید، بچه بیارید، دنیا رو پر کنید. و بعد گفته دوم، سخن دوم این بود که بر زمین حکومت کنید. میگه من تمام حیوانات و تمام حیوانات روی زمین و توی دریا رو به شما دادم که شما بر اونها حکومت کنید. و بعد میبینیم که در فصل دوم پیدایش آدم بر روی هر کدوم از اونها اسمی میگذاره. و سوم به اونها گفتش که از همه میوه های درختان و گیاهان میتونید بخورید. خوراک اونها رو تامین کرد. پس دستور بارور و کثیر شدن وظیفه شون رو مشخص کرد، یعنی که حکومت باید بکنن، خوراک اونها رو تامین کرد و در همه اینها خدا سخن گفت. در ضمن در فصل دوم پیدایش میبینیم که خدا ممنوعیت‌هایی برای انسان قائل شد. خدا گفتش که از همه درختان میتونی بخوری جز از میوه درخت معرفت نیک و بد، یعنی دانش کل، دانش مطلق. و گفت اگر از این درخت بخوری یقیناً خواهی مرد. پس میبینیم خدا ممنوعیت هایی رو میده و وعده هایی به اونها میده، طوری که وقتی که آدم و حوا گناه کردن خدا وعده داد که یک روز کسی از نسل زن زاده خواهد شد، یعنی بدون پدر، که سر شیطان رو خواهد کوبید. و این برای ما درس بسیار عجیبیه. سخنهای خدا معمولاً سه جنبه داره. اگه بر اساس این سخنی که با آدم و حوا گفت ما مد نظر قرار بدیم، خدا سخنانش سه جنبه داره.
جنبه احکام، همونطور که خدا فرمود مثلا از میوه های درخت ها بخورید، از گیاهان بخورید، یا گفت از میوه درخت خوب و بد نخورید. پس سخنان خدا اول شامل احکام میشه. ما در کتاب تورات شریعت موسی رو داریم، احکام بسیار دقیقی خدا به قوم اسرائیل داد که اینها جزء احکامه، جزء سخنان خداست. در عهد جدید موعظه بالای کوه رو داریم که بسیار زیباست و بنده افتخار داشتم چند سال پیش در همین شبکه راجع به این موعظه بالای کوه درس دادم. و بعد رسالات رو داریم که در اونها احکام الهی ذکر شده. جنبه دوم سخنان خدا وعده ها و هشدار هاست. خدا از همون ابتدا به بشر هم هشدار میداد و هم وعده میداد. اگر این کار رو بکنی مجازاتش این خواهد بود، ولی اگر چنین بکنی من تو رو برکت خواهم داد، این کار رو خواهم کرد یا اون کار رو. و میبینیم مثلا خدا به ابراهیم چقدر وعده داده که من قوم نسل تو رو کثیر میسازم، از تو قوم بزرگی به وجود میارم و نسل تو باعث برکت جهان خواهد شد. که بعد میبینیم در عهد جدید عیسی مسیح که اومد، پولس میفرماید این وعده تحقق یافت و الان تمام انسان‌ها از طریق این نسل حیات جاودانی پیدا می‌کنند. یا در وعده‌ای که خدا در انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 داد که فرمود خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد. این یه هشداره، یعنی اگه ایمان نیاریم هلاک میشیم. هر که به او ایمان آورد هلاک نشود بلکه حیات جاودانی یابد. پس این جنبه دوم سخن گفتن خدا با ماست. جنبه اول احکام، کارهایی که باید بکنیم یا انجام ندیم، وعده ها و هشدار هاست. و جنبه سوم مکاشفاتیه که خدا از خودش میده. خدا خودش رو ظاهر میکنه. خدا خودش رو به ابراهیم ظاهر کرد و گفت من الشدای هستم، که به کلمه عبریه یعنی خدای قادر مطلق. خدا ابراهیم خدا رو به عنوان خدای متعال و خدای آسمان ها میشناخت. گفت تو داور جمیع قوم ها هستی. ابراهیم از خدا مکاشفه‌ای داشت، چون که خدا به این شکل خودش رو به او شناسانیده بود. خدا خودش رو به ابراهیم شناسانیده بود. بعد به موسی میرسیم. وقتی که موسی در اون بوته مشتعل، بوته سوزان میره جلو، خدا میگه نزدیک میاد، نعلین از پا به در کن، زیرا در مکان مقدس ایستاده ای. موسی میپرسه تو کی هستی؟ میگه من خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب هستم. خدا خودش رو میشناسونه. و بعد موسی میگه اسم تو چیه؟ میگه اسم من یهوه است یا یهوه، و من هستم آن که هستم. خدا خودش رو شناسوند. خدا از خودش مکاشفه میده. موسی به این ترتیب خودش رو شناخت. و بعد مسیح که آمد مکاشفه کاملتر خدا بود. مسیح اومد و گفت، فرمود هر که مرا دید پدر را دیده است. عیسی گفت من شبان نیکو هستم، من نور هستم، من نان حیات هستم، من آب حیات هستم. و گفت من راه و راستی و حیات هستم. همه اینها رو که میخونیم میبینیم که خدا از خودش به انسان مکاشفه میده، مکشوف میکنه خودشو، آشکار میکنه خودشو که ما او رو بشناسیم.
ما هم از طریق احکام، هم از طریق وعده ها و هم از طریق مکاشفات خدا رو میشناسیم، علایق او رو میدونیم، میدونیم از چی خوشش میاد، از چی بدش میاد، میدونیم اگر ما این کار رو بکنیم چه نتیجه خواهد داشت و میدونیم او کی هست، چون که ما در مسیحیت خدایی داریم که سخن میگه. خدای ما سخن میگه. کلام خدا بسیار مهمه. در کتاب اشعیا فصل 55 آیات 10 و 11 ببینیم راجع به کلام خدا چی میگه، راجع به سخن خدا چی میگه. اشعیا فصل 55 آیات 10 و 11: چنان که باران و برف از آسمان میبارد و به آنجا بر نمیگردد، بلکه زمین را سیراب کرده آن را بارور و برومند میسازد و برزگر را تخم و خورنده را نان میبخشد، همچنان کلام من که از دهانم صادر گردد خواهد بود، نزد من بی ثمر بر نخواهد گشت، بلکه آنچه را که خواستم به جا خواهد آورد و برای آنچه آن را فرستادم کامران خواهد گردید. یعنی خدا می فرماید وقتی کلمه ای از دهان من بیرون میاد، این حتما به هدف خودش خواهد رسید، حتما اون چیزی رو که گفتم انجام خواهد داد و انجام خواهد شد. در ارمیا فصل اول آیه 10 رو میخونم و ببینید چی میگه. ارمیا فصل 10 اول آیات آخر آیه 9 و آیه 10 رو خدمتتون میخونم: اینک کلام خود را در دهان تو نهادم، کلام خود را در دهان تو نهادم، بدان که تو را امروز بر امتها و ممالک مبعوث کردم تا از ریشه برکنی و منهدم سازی و هلاک کنی و خراب نمایی و بنا نمایی و قرض کنی. یعنی میگه به خدا، در واقع اینو میخواد بگه که به کلام من همه اتفاقات انجام میشه. هر اتفاقی که روی زمین هست، از عزل و نصب پادشاهان و رؤسای ممالک گرفته تا کوچکترین چیزهایی که در زندگی ما اتفاق میفته، همه در اثر کلام خداست. این به ما قوت قلب میده که بدونیم هیچ چیزی خارج از اراده خدا صورت نمیگیره. در رساله رومیان فصل 13 چند آیه اول، چون وقت نیست دیگه من همینطوری مضمونشو میگم، میگه مطیع قدرت‌های برتر باشید، یعنی مطیع حکومت باشید، چون هیچ حکومتی نیست که از طرف خدا مقرر نشده باشه. خیلی عجیبه، هر حکومتی از طرف خدا مقرر شده. پولس وقتی اینو مینوشت، نرون پادشاه امپراتور ظالم روم حکومت میکرد، میگفت حتی او هم از طرف خدا مقرر شده. و در جاهای دیگه کتاب دست میگه زمان حکومت‌ها رو من تعیین میکنم. خدا سخن گفته و سخنش انجام میشه. و بعد از مزمور 119 آیات 1 تا 16 میخونم که ببینید کلام خدا چقدر اهمیت داره. مزمور 119 آیات 1 تا 16: خوشا به حال آنان که در راستی گام بر می‌دارند و از شریعت خداوند، یعنی کلامش، پیروی می‌کنند. خوشا به حال آنان که شهادات او را نگاه می‌دارند و به جان و دل او را می‌جویند. به هیچ روی کجروی نمی‌کنند، بلکه در راه‌های او گام می‌زنند. تو احکام خیش را صادر کرده‌ای تا آنها را به تمامی نگاه داریم.
کاش که راه های من مستحکم شود در نگاه داشتن فرایض تو. ببینی همش راجع به کلام خدا صحبت میکنه و نگه داشتن کلام خدا. آنگاه شرمسار نخواهم شد هنگامی که جمله فرمانهای تو را در نظر خود می‌دارم. تو را با دلی صالح سپاس می‌گویم آنگاه که قوانین عادلانه تو را فرا می‌گیرم. فرایض تو را نگاه خواهم داشت، مرا یکسره ترک منما. حالا جوانها توجه کنند، چگونه مرد جوان راه خود را پاک نگاه دارد؟ با نگاه داشتن کلام تو. تو را به جان و دل می جویم، مگذار از فرمانهای تو منحرف شوم. کلام تو را در دل خود ذخیره کردم تا به تو گناه نورزم. خداوندا تو متبارکی، فرایض خود را به من بیاموز. به لبهای خیش باز می گویم همه قوانین را که از دهان تو صادر شده است از پیروی قوانین تو شادمان می‌گردم، چنان که از به دست آوردن ثروتی عظیم در احکام تو تأمل می‌کنم. خوش به حال داوود که در احکام خدا تأمل می‌کرد و راه‌هایت را در نظر خود می‌دارم. از فرایض تو لذت می‌برم، کلامت را از یاد نخواهم برد. تمام مزمور 119 راجع به همین مسئله صحبت می‌کنه که ما باید کلام خدا رو نگاه داریم. خدا خدایی است که سخن میگه. خدا خدایی است که از طریق کلامش با ما سخن میگه. این کلام مکشوف خداست. این رو که میخونیم خدا از طریق این کلام با ما سخن میگه. خدا امروز هم با ما سخن میگه، نه فقط از طریق کلامش، بلکه از طریق تعلیمات و موعظه هایی که میشنویم در کلیسا یا از طریق این برنامه ها خدا با ما سخن میگه. و همینطور خدا در دعا با ما سخن میگه، از طریق نجواهای درونی خدا با ما سخن میگه. روح القدس کلام خدا رو برای ما باز میکنه، چیزهایی که خوندیم در مواقع حساس اونها رو به یاد ما میاره. موعظه هایی رو که میشنویم خود روح القدس اونها رو به یاد ما میاره و اینها همه کلام خداست، چون که ما در مسیحیت خدایی داریم که با ما سخن میگه، از طریق کتاب مقدس، از طریق تعلیمات و موعظات و از طریق نجواهای درونی روح القدس خدا با ما سخن میگه. به سخن خدا گوش کنیم. خدا ما میخواد ما او رو بشناسیم. او ما رو میشناسه، میخواد ما هم او رو بشناسیم. پس در انتهای برنامه آرزو میکنم که خدا با دل همه ما سخن بگه، ما رو ارشاد کنه، ما رو هدایت کنه و به جمیع راستی ما رو رهبری کنه، چون که خدا خداییست که سخن میگه. پس شما رو به خدا میسپارم و دعوت میکنم تا در برنامه آینده به صفات دیگه از این خدا، خدایی که سخن میگه، توجه بکنید. خدا همراهتون تا برنامه بعد.